ده درس از دهه سوم زندگی. روز تولد 20 سالگیم مشروب زیادی خورده بودم و روی چمنای جلوی خونه چند تا خانم مسن ادرار کرده بودم. یه پلیس منو دید و جلومو گرفت. خوشبختانه تونستم با صحبت کردن موضوع حل کنم و اون شب به زندان نرم. سابقه یه بار دستگیری داشتم، اما پلیس به خودش زحمت نداد از سابقه کیفری استعلام بگیره. دهه سوم زندگیم با انفجار شروع شد. اون زمان بی هدف بودم، تازه مدرسه موسیقی رو رها کرده بودم، موهای بلند ژولیدم و کوتاه کرده بودم. میخواستم از تگزاس نقل مکان کنم، اما نمیدونستم به کجا و چطوری. یه موقعی درباره جنبه معنوی خودآگاهی برای مردم صحبت میکردم و چند تا ایده نیمه پخته درباره نظریه نسبیت داشتم و اینکه آیا جهان واقعا وجود داره یا نه. من باهوش و بیپروا و مغرور و واقعا آزاردهنده بودم. 3 روز دیگه 30 ساله میشم و خوشحالم از این که بگم حالا خیلی مسئولیت پذیرتر و خیلی کم ادعاترم. در عرض این 10 سال خیلی عوض شدم. کسب و کارهایی راه انداختم، چندین بار دور دنیا سفر کردم و موفق شدم از نوشتن برای خودم حرفه بسازم، چیزی که هیچ وقت پیشبینیشو نمی کردم. تو فرهنگ لذت آنی ما به راحتی ممکنه فراموش کنیم که اکثر تغییرات شخصیمون در لحظه خاصی از زمان رخ نمیدن، بلکه به صورت تحولی دراز مدت و تدریجیان که به ندرت متوجه میشیم رخ دادن. اینطوری نیست که صبح از خواب بیدار بشیم و متوجه تغییرات شدید و دگرگون کننده در خودمون بشیم. هویتمون به آرومی تغییر میکنه، مثل شنهای ساحل که توسط اقیانوس رانده میشن و در طول زمان به صورت خطهای منحنی جدید روی هم انباشته میشن. فقط بعد از گذشت سالها و دهه هاست که میتونیم به گذشته نگاه کنیم و متوجه تغییرات شگفت‌انگیزی که رخ دادن بشیم. دهه سوم زندگیم واقعا پرماجرا بود و اینجا چند موردی رو که یاد گرفتم با شما در میون میذارم. سریعتر و بیشتر شکست بخورید. زمان بهترین داراییتونه. وقتی جوان هستین بزرگترین دارایی شما استعدادتون، ایده هاتون و تجاربتون نیست، بلکه زمانه. زمان بهتون این فرصت رو میده که ریسکای بزرگ رو بپذیرید و اشتباهات بزرگ مرتکب بشید. رها کردن همه چیز برای سفری 6 ساله به دور دنیا یا تأسیس شرکتی برای ساختن اپلیکیشن حیرت انگیز که وقتی با جمعی از دوستاتون تو توهم بودید ایدش به ذهنتون رسیده، یا گذاشتن تمام 4 قلم وسایلتون تو چمدون و نقل مکان به شهر دیگه برای کار و زندگی پیش پسرموتون. همچین کارهایی رو فقط زمانی که جوان هستید میتونید انجام بدید، وقتی که چیزی برای از دست دادن ندارید. تفاوت بین یه فرد بیکار 22 سالی بدهکار که هیچ تجربه کاری جدی نداره و یه فرد بیکار 25 سالی بدهکار که هیچ تجربه کاری نداره در دراز مدت اساساً ناچیزه. به احتمال زیاد درگیر مسئولیت‌های مالی که مختص بزرگسالیان نیستید. قسط خونه، قسط ماشین، هزینه مهد کودک، بیمه عمر و این مرحله ای از زندگیه که با قبول بزرگترین ریسک ها کمترین چیزها را دست میدید. پس بهتر اون ریسک ها رو قبول کنید، چرا که شکست های فجیع تو همین سالا اون چیزیه که شما رو برای موفقیت های بعدی تو زندگی آماده میکنه. اونا بهترین درس های زندگی هن. اونا رو یاد بگیرید. نمیتونید بر دوستی اصرار بورزید. دو نوع دوست تو زندگی وجود داره. دوستی که وقتی مدتی طولانی ازش دور میشید و دوباره پیشش برمیگردید احساس میکنید هیچی عوض نشده، و دوستی که وقتی مدتی طولانی ازش دور میشید و دوباره پیشش برمیگردید احساس میکنید همه چی عوض شده. من بیشتر 5 سال گذشته رو تو کشورهای مختلفی سپری کردم. متاسفانه این به این معناست که دوستای زیادی رو تو مناطق مختلف ترک کردم. چیزی که در طول این مدت متوجه شدم اینه که شما نمیتونید برای داشتن رابطه دوستانه با یک فرد اصرار بورزید. یا پیوندی وجود داره یا نه. اگه هست بسیار جادوییه، به طوری که هیچ کدوم از شما حتی اگه سعی کنید نمیتونید اسمی روش بذارید، اما میدونید که چیه.
مطلب دیگه‌ای که متوجه شدم اینه که شما به ندرت میتونید پیش بینی کنید کدوم دوست با شما میمونه و کدوم دوست ازتون جدا میشه. پاییز 2009 بوستون رو ترک کردم و 8 ماه بعد برای گذروندن تابستون 2010 به بوستون برگشتم. خیلی از افرادی که پیش از رفتنم دوستای صمیمیم بودن، هنگام برگشتم حتی به خودشون زحمت ندادن که با من تماس بگیرن. با این حال برخی از آشنایان دورم به تدریج به صمیمی‌ترین دوستام تو زندگی تبدیل شدن. این بدین معنا نیست که دسته اول آدمای بدی بودن یا دوستای خوبی نبودن. این تقصیر هیچ کس نیست. زندگی اینطوریه. قرار نیست به تمام اهدافتون دست پیدا کنید. گذروندن دو دهه اول زندگی تو مدرسه مقیدتون میکنه که به همه چیز نگاه نتیجه محور داشته باشید. تصمیم میگیرید اهداف الف و ب و پ رو به دست بیارید. حالا یا میتونید از پس اونا بر بیاید یا نه. اگه بتونید فردی عالی هستید و اگه نتونید شکست خورده اید. اما تو دهه سوم زندگیم یاد گرفتم که در واقع زندگی همیشه همینطوری نیست. مسلمه که همیشه هدف داشتن و تلاش برای رسیدن به هدف خوبه، اما دستیابی به تمام اون اهداف مهم نیست. وقتی 24 ساله بودم نشستم و فهرستی از اهدافی که میخواستم تا تولد 30 سالگیم به دست بیارم تهیه کردم. اهدافم خیلی بلند پروازانه بودن و تو چند سال اول فهرست اهداف رو خیلی جدی گرفتم. امروز به 1/3 از اون اهداف رسیدم. تو 1/3 دیگه از اهداف پیشرفت نسبتاً خوبی داشتم و اساساً برای 1/3 آخر هیچ کاری انجام ندادم. اما واقعاً از این بابت خوشحالم. با افزایش سنم متوجه شدم برخی از اهداف زندگی که برای خودم تعیین کرده بودم در واقع چیزایی نبودن که میخواستم و تعیین کردن اون اهداف به من یاد داد در زندگی چه چیزی برام اهمیتی نداره. و در مورد بقیه اهداف، در حالی که موفق نشدم به اونها دست پیدا کنم، ولی تلاش برای دستیابی به اونها تو 6 سال گذشته چیزهای خیلی زیادی به من یاد داد و از نتیجه به دست اومده راضیم. کاملا متقاعد شدم که مقصود اصلی هر هدفی 80% مربوط به ایجاد تحرک در ما و 20%ش برای کسب معیاری اختیاریه. ارزش هر تلاشی به فرایند شکست خوردن و کوشش کردنه، نه در دستیابی به خود اون هدف. هیچ کس واقعا نمیدونه داره چی کار میکنه. تو دبیرستان و دوره کارشناسی فشار زیادی روی دانش آموزاست تا بفهمن واقعا با زندگیشون چی کار میکنن. این موضوع با انتخاب یه رشته و پذیرش تو دوره کارشناسی ارشد شروع میشه. بعد نوبت به انتخاب حرفه و پیدا کردن اولین شغل میرسه. بعد باید برای بالا رفتن از نردبون ترقی اون حرفه مسیری روشن پیدا کنن و تا اونجا که میتونن از اون بالا برن. مرحله بعدی ازدواج کردن و بچه دار شدنه. اگه تو هر نقطه‌ای ندونید چی کار میکنید یا دچار حواس پرتی بشید یا چند بار شکست بخورید، باعث میشه حس کنید تو تمام زندگیتون گند زدید و سرنوشتتون گدایی کردن تو خیابوناست. اما حقیقت اینه که تقریبا هیچ کس تو دهه سوم زندگیش واقعا نمیدونه داره چی کار میکنه و من تقریبا مطمئنم این موزل تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. هر کس صرفاً بهترین فرض فعلی خودش رو دنبال میکنه. از بین 10 نفری که از زمان دبیرستان و دانشگاه با اونا در تماسم، منظورم از در تماس بودن یعنی دنبال کردن از طریق فیسبوک، نمیتونم بیش از 2-3 نفر رو نام ببرم که شغل، حرفه، صنعت یا خانواده، تمایل یا شخصیت خیالی مورد علاقه شون رو حداقل یک بار تو دهه سوم زندگی عوض نکرده باشن. برای مثال یکی از دوستای خوبم وقتی 23 ساله بود مصمم بود تو حرفه خودش درجات ترقی رو به سرعت طی کنه. شروع عالی داشت، پول خوبی هم به دست آورد، ولی سال گذشته تو سن 28 سالگی از کارش استعفا داد. یه دوست دیگه هم نیروی دریایی رو ترک کرد و به فروش تجهیزات موج سواری پرداخت و بعد مشغول گرفتن کارشناسی ارشد تو رشته علوم تربیتی شد. یکی دیگر دوستام کار کاسبیشو به هنگ کنگ انتقال داد. یکی دیگر دوستام که دانشمند محیط زیست بود در حال حاضر دیجیه. خودم هم نمیدونستم چی کار میکنم.
همیشه ایمیل هایی از مردم دریافت میکنم که میپرسن چطوری کسب و کارم رو اندازی کردم، چه موقع تصمیم گرفتم نویسنده بشم و طرح کسب و کار اولیم چی بود. حقیقت اینه که هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستم. از پیش برنامه ریزی نشده بودن. فقط به فرصتهای پیش آمده توجه میکردم و از اونها بهره میبردم. خیلی از اون فرصتها با شکستهای بزرگی روبرو شدن، اما من جوون بودم و میتونستم از پس اون شکستها بر بیام. در نهایت خیلی خوششانس بودم که تونستم برای انجام کاری که دوست داشتم راهمو باز کنم و به خوبی این کار رو کردم. بیشتر مردم جهان اساساً چیزای مشابهی میخوان. با نگاه به گذشته باید بگم من دهه سوم پرهیاهویی داشتم. تجارتی رو تو صنعتی عجیب و غریب شروع کردم که منو به جاهای جالبی کشوند و با افراد جالبی آشنا کرد. به دور دنیا سفر کردم و تو بیشتر از 50 کشور بودم. چندین زبان یاد گرفتم. با افراد پولدار و مشهور و فقیر و رنجدیده مصاحبت داشتم. هم جهان اولیا هم جهان سومیا. و اون چیزی که متوجه شدم اینه که دید کلی مردم اساساً مشابهه. همه بیشتر وقتشون رو با نگرانی در خصوص غذا، پول، شغل و خانوادهشون سپری میکنن. حتی افرادی که پولدار و مرفهن. همه میخوان عالی به نظر برسن و احساس مهم بودن داشته باشن. حتی افرادی که ظاهری عالی دارن و مهمن. همه به زادگاه خودشون مفتخرن. همه ناامنی ها و نگرانی هایی دارن که اونا رو به ستوه در میاره، فارغ از این که چقدر موفقن. همه از شکست خوردن و احمق به نظر رسیدن وحشت دارن. همه دوستا و خانواده خودشون رو دوست دارن، در حالی که در واقع بیشتر از همه باعث رنجش اونا شدن. آدما روی هم رفته مشابهن، فقط جزئیاتن که متفاوتن. این زادگاه به جای اون زادگاه، این اصول اجتماعی به جای اون اصول اجتماعی. اکثرا تفاوتایی که ما قابل توجه میدونیم پیشامدهای اتفاقی حاصل از جغرافیا و تاریخن. اونا سطحی‌ان، صرفاً طعم‌های فرهنگی متفاوتی‌ان از انسانیتی بزک دوزک شده که رو همه چیز سایه انداخته. من یاد گرفتم مردم رو نه بر اساس ظاهر و مقامشون، بلکه بر اساس رفتارشون قضاوت کنم. بعضی از مهربونترین و بخشندترین افرادی که دیدم مردمی بودن که مجبور نبودن با من مهربون و بخشنده باشن. اکثر عوضی‌های نفرت انگیزی که تو زندگیم دیدن افرادی بودن که دلیلی نداشته از من متنفر باشن. تو دنیا همه جور آدمی وجود داره و شما نمیدونید با چه جور آدمی طرفید، مگر اینکه زمان کافی رو با اون شخص بگذرونید تا ببینید چه جوری رفتار میکنه، نه اینکه ظاهرش چجوریه یا اهل کجاست یا چه جنسیتی داره. دنیا به شما اهمیت نمیده. این تفکر تو نگاه اول خیلی ترسناکه. هیچ کس به من اهمیت نمیده؟ اما وقتی کسی معنای واقعی اون رو درک کنه خیلی هم رهایی بخشه. همونطور که دیوید فاستر والاس گفته، وقتی بفهمید دیگران به ندرت در موردتان فکر می کنند، از نگران بودن درباره اینکه دیگران چه فکری درباره‌تان می کنند دست بر می دارید. من، شما و هر کاری که می کنیم روزی به فراموشی سپرده می شه. انگار که هرگز وجود نداشتیم. هیچ کس واقعا اهمیت نمیده. دقیقا مثل همین حالا تقریبا هیچ کس اهمیت نمیده که دارید چی میگید و با زندگیتون چی کار میکنید. و این واقعا خبر خوبیه ها. این به این معناست که شما میتونید یه عالمه گن بزنید و قصر در برید و مردم فراموش میکنن. این یعنی هیچ دلیلی وجود نداره اون شخصی که میخواید باشید نباشید. رنج بی پروا بودن زود گذره و جایزش یک عمر باقی میمونه. فرهنگ عمومی سرشار از افراطه. میان روی رو تمرین کنید. وقتی متوجه شدم اطلاعاتی که به صورت آنلاین مصرف میکنیم عمدتاً از 5% از افراطی ترین یا تفریطی ترین دیدگاه ها تشکیل شدن و 90% زندگی واقعی تو فضای آرام دیدگاه های میانه رو اتفاق میفته که اکثران سر و صدایی هم ندارن، همین باعث شد زندگیم 542% بهتر بشه.
اگه کسی زیاد مطالب اینترنتی بخونه، حق داره که فکر کنه جنگ جهانی سوم قریب الوقوعه و مؤسساتی با دسیسه بر جهان حکمفرمایی میکنن، همه مردم مجرمن یا حداقل همدست مجرمن، همه زنا دروغ میگن، سفیدپوستا قربانیای نژادپرستی معکوسن و تمام افراد فقیر تنبل و باعث نابودی دولتن و و و. مهمه که گاهی به اون 90% دیدگاه بی صدا پناه ببریم و به خودمون یادآور بشیم که زندگی ساده است، مردم خوبن و شکافای عظیمی که به ظاهر ما رو از اونها جدا میکنه در واقع ترکهای بیش نیستن. فرهنگ عمومی سرشار از افراطه. میانه روی رو تمرین کنید. وقتی متوجه شدم اطلاعاتی که به صورت آنلاین مصرف میکنیم عمدتاً از 5% از افراطی ترین یا تفریطی ترین دیدگاه ها تشکیل شدن و 90% زندگی واقعی تو فضای آرام دیدگاه های میانه رو اتفاق میفته که اکثراً سر و صدایی هم ندارن، همین باعث شد زندگیم 542% بهتر بشه. اگه کسی زیاد مطالب اینترنتی بخونه، حق داره که فکر کنه جنگ جهانی سوم قریب الوقوعه و مؤسساتی با دسیسه بر جهان حکمفرمایی میکنن، همه مردم مجرمن یا حداقل همدست مجرمن، همه زنا دروغ میگن، سفیدپوستا قربانیای نژادپرستی معکوسن و تمام افراد فقیر تنبل و باعث نابودی دولتن و و و. مهمه که گاهی به اون 90% دیدگاه بی صدا پناه ببریم و به خودمون یادآور بشیم که زندگی ساده است، مردم خوبن و شکافای عظیمی که به ظاهر ما رو از اونها جدا میکنه در واقع ترکهای بیش نیستن. مجموع چیزای کوچیک بیشتر از چیزای بزرگ اهمیت داره. یادم مصاحبه داستین موسکوویتس، هم بنیانگذار فیسبوک و هم اتاقی دانشگاهی مارک زاکربرگ رو خوندم. مصاحبه‌گر از داستین پرسید از اینکه بخشی از موفقیت یک شبه فیسبوک بودی چه احساسی داری؟ و اون جواب داد اگه منظورتون از موفقیت یک شبه بیدار موندن و برنامه نویسی در تمام طول شبه هر شب به مدت 6 سال متوالی، پس واقعا خسته کننده و استرس‌زا بود. ما مایلیم فکر کنیم همه چیز همونطوری که هست اتفاق افتاده. به عنوان ناظری خارجی تمایل داریم فقط نتیجه هر چیزی رو ببینیم، نه فرایند مشقت بار اون رو و تمام شکستای پشتشو که به پدید اومدن اون نتیجه منجر شده. فکر میکنم وقتی جوان هستیم تصور میکنیم کافیه فقط یه کار بزرگ انجام بدیم که بتونه جهان رو به کلی تغییر بده از بالا تا پایین. ما رویاهای بزرگی داریم چون هنوز متوجه نیستیم، یعنی جوانتر از اونیم که بفهمیم یه کار بزرگ متشکل از صدها و هزاران کار کوچیک روزانه است که باید در سکوت و بدون تشریفات در مدت زمان طولانی انجام بشه. به زندگی خوش اومدید. دنیا محل ترسناکی که بخواد شما رو به دام بندازه نیست. این حرف همیشه گفته میشه اما واقعا درسته. من تو جاهای افتضاح زیادی داخل و خارج از آمریکا بودم و وقتی موقعیتش پیش اومده اکثر مردم مهربون و یاری رسون بودن. اگه نصیحتی کاربردی برای هر شخص 20 ساله‌ای داشته باشم فارغ از شرایط، اینه که راهی برای سفر پیدا کن و وقتی مردد شدی با مردم صحبت کن، از اونا درباره خودشون بپرس و اونا رو بشناس. تقریبا هیچ ضرری نداره ولی منافع خیلی زیادی میتونه داشته باشه، خصوصا زمانی که هنوز جوون و تأثیرپذیرید. والدین شما هم آدمن دیگه. و در نهایت شاید چشمگشاترین حقیقتی که تو سن 20 سالگی متوجهش میشید اینه که والدینتون رو دیگه نه به صورت نگهبانان دانای کل در دوران کودکی و نه به صورت حاکمان آزاردهنده و بیکلاس دوران نوجوانی، بلکه اونها رو به صورت همتاهایی میبینید، ناکامل و آسیب پذیر و کوشا، که با وجود اینکه نمیدونن دارن چی کار میکنن تمام تلاششون رو میکنن. به احتمال زیاد والدینتون در دوران کودکی شما چندین و چند بار گن بالا آوردن. تقریبا همه اونا اینطورن. به قول مادرم بچه ها با دفترچه راهنما به دنیا نمیان،
و احتمالاً وقتی تو دهه سوم زندگی هستید متوجه خیلی از این گندکاریاشون میشید. بزرگ و بالغ شدن تا حدی که فردی بتونه متوجه این موضوع بشه همیشه فرایندی دردناکه و باعث تلخی‌ها و پشیمونی‌های زیادی میشه. اما شاید اولین وظیفه بزرگسالی، بزرگسالی واقعی، نه فقط بزرگسالی به حرف، آگاهی، پذیرش و شاید بخشیدن خطاهای والدینتونه. اونا هم آدمن دیگه. اونا بهترین تلاششونو کردن، هرچند همیشه نمیدونستن بهترین یعنی چی.